Ceyra. بله مادر. خوب فکراتو کردی؟ بله. حیدر از بچگی تو اون خونه کار کردی. منتظره یه تیکه زمین از ارباب بگیره که بتونه روش کار کنه. به خاطر تو، به خاطر بچه هات، به خاطر آینده تو. نه مادر، اون نوکری رو دوست داره. همش انتظار میکشه ارباب بیاد. اگه نه تپه دلخو که آب نداره. نه مادر. خب قالیچه‌تو کجا میبری؟ دارم میبرم بفروشم. مگه نه اینکه ناسلامتی باید نون بخوریم. Thank you.
شده جیران؟ چرا اینقدر عصبانی؟ چی شده؟ دیگه طاقتم تاق شده. ناسلامتی شوهر کردم که باش زیر یه سقف زندگی کنم. دو سال آزگاره که تو این خونه وامونده خودتو حبس کردی و گیشک میکشی. حتی تو انقلابم که همه تو کوچه بودن تو اینجا رو ول کردی. با مردم بودم، من نمیتونستم اینجا رو ول کنم. به ارباب قول داده بودم مجبورم پای قولم وایسم. چطور پا قول من ما نمیسی؟ قول تو هم جای خود داره. ولی منم سالاست تو این خونه کار کردم. باید منتظر بمونم یکی بیاد خونه رو تحویلش بدم. نمیشه همینجوری راهاش کنم برم پی کارم. باید حقمو بگیرم. حق تو؟ اونا رفتن. دیگه همه چی مال مردمه. کجا رفتن؟ کی رفته؟ اونا خبر مرگشون رفتن دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. تو اینجا ول مادری مرد. نه، اینطور نیست جیران. درسته که اموالشون توقیفه، ولی پسر ارباب تو شهره، هر آن ممکنه برگرده. اونا تنها نیستن، پول دارن، زور دارن، نمیذارن که اموالشون از دستشون بره. تازه من امانت دارم، میفهمی جیران؟ امانت دار. تو داری سنگ کیو به سینه میزنی؟ چه سنگی؟ اونا جرأت ندارن برگردن. حکایت برادرای زهرا یادت رفته؟ حکایت قدیر یادت رفته؟ ارباب با پسر بیدینش پاشونو اینجا بذارن، همینا پاشونو میشکنن. جیران، 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 سب کن. تا تکلیف منو روشن نکنی دیگه پا تو این خونه نمیذارم. سب کن، تو کجا داری؟ منم کن. بهت میگم صبر کن. من مدتی به مسافرت میام، سعی کن از خونه خوب مراقبت. اصلا اینجا رو تنها نذار. برگردم زحمت تو جبران. ضمناً زمینای تپه دلخو مال توه. از خونه بیرون نرو و درو همیشه ببند. اینجا رو خونه خودت بدون. خوب فهمیدی؟ تپه دلخو مال توه. نمیدونم بابا، عیب داره. یه پیچ میخواد.
اونو باید عوضش کنم. خدا خیلی. سلام علیکم. سلام حیدر. حال شما خوبه؟ سلامت باشی. آقا من یه کامیون کود میخوام. ورقه گرفتی؟ ورقه؟ من برای باغ ارباب میخوام. صاحب تمام اینا. فرقی نمیکنه. من با ورقه جنس میدم. من فقط یه کامیون میخوام. فرقی نمیکنه حیدر. ببین الان این مشرمزون سنپاشش آورده که اگه عیب و ایراد داره برطرفش کنیم. 4 روز دیگه فصل سنپاشیه. ما این 10-12 سنپاش که باید جواب یه روستا رو بدیم. سنپاش؟ ولی من که سنپاش نمیخوام. من یه کامیون کود میخوام. باید ورقه بیاری. از کجا؟ از شورا، کت خدا، جهاد. الان کت خدا کجاست؟ فکر میکنم تو جهاده. خداحافظ. خب کت خدا، سهمیه گازوئیل ما رو بیشتر نکردن. تا 10-12 روز دیگه جواب میدن. انشالله که میشه. سلام علیکم کت خدا. سلام علیکم. به سلام آقا حیدر از این طرف ها. چه خبر ها؟ رفتم یک کامیون از کودهای ارباب رو برای باغ خودش بگیرم. میگم ورقه میخواد. خب حالا اون اساسی که توی انبار دهه مال مردمه، اجازه استفادهشونم از حاکم شهر گرفتیم. نمیشه که گذاشت تو انبار بپوسه و خراب بشه. اون وقت یه عده محتاج حاصل دسترنجشون توی باغ و مزرعه نیست و نابود بشه. یعنی همه میتونن استفاده کنن الا صاحب مال؟ ببین آقا حیدر، راجع به این موضوع با هم خیلی حرف زدیم. کدوم صاحب مال برادر من؟ صاحب مالی که وجود نداره، مال اون آقا که همش نامشروع بوده توقیف شده. نه. هر کس لازم داشته باشه ورقه میگیره. اگه مصرفیه مصرف میکنه، اگه وسیله است بر میگردونه تا یه بنده خدای دیگه استفاده کنه. اگه میبینی به خونشم کاری ندارن، برای اینه که تو اونجا زندگی میکنی، زنت اونجا رفت و اومد داره، تو آدم مطمئنی هستی، مواظبی، وقتش که برسه اونجا رم تحویل میگیرن. حالا بگو کود برای چی میخوای؟ درختای باغ ارباب یکی یکی دارن میپوسن، خاکش هم دیگه جون نداره. باشه میمویسم بهت بدم. به سلامت. خیلی ممنون. خداحافظ شما. به سلام. میخواد درختای اربابشو جوندار کنه. فکر میکنه اونا دوباره میان. نه بابا، این حیدر آدم ساده ایه. به خاطر قولشه که وایساده. باهاشم کاری ندارن. میدونی آدم مطمئنی. خب حالا بریم سر مطلب خودمون. تا 25 جواب میرسه. زمینای تپه دلخو مال توه. لای همونجور که ما رو سیر کردیم، هرچی گرسنه است تو عالم سیر کن. لا شکرت.
راجع به زمین چیزی نگو. چقدر عجله میکنی جیران؟ کمی صبر کن، خدا بزرگه، خدا کریمه. میخوام زودتر نون بازوی تو رو بخورم. گفت یه جایی که زیر چای عمیق باشه برام در نظر گرفته. خدا رو شکر، دوست دارم کاری داشته باشی که منم کنارت باشم و راحت باشم. خونه ارباب اگه جای تو هم باشه جای من نیست. پس چرا نهار نیومدی؟ دایی عبدالله از شیش رو ده اون برتر برای دیدن تو اومده بود. شاید بعد از ظهر یه سری زدم. شاید؟ آخه مگه نمیبینی؟ خونه پر از مهمونه، نمیتونم بیام. هیدر، هیدر، بیا دهانه این اسبو بگیر. پدر، پدر کجایی؟ چند نفر تو بیشه منتظرتن؟ اومدم. چرا اسب منو سوار شدی؟ مگه تو خودت اسب نداری؟ اسب من زیر شکمش زخمه پدر، تسبه سابیده. بس که صبح تا شب میدونیش. این چجور رکاب گرفتنه؟ بیارزه. کیه؟ میشه در رو باز کنی؟ سلام. سلام از بنده. حال شما خوبه؟ خیلی خیلی متشکرم. ببخشید مزاحم شدم. داشتی؟ خیلی معذرت. بفرمایید. شما این چند روزه کجا بودین؟ چطور مگه اتفاقی افتاده؟ والا تو این یکی دو روزه هی آدمای جور و جور میان و سراغتونه میگیرن. یکی دو نفرم اون روبرو کشیک میدن. فکر کنم این دو قضیه به هم مربوط باشه. چیزی هم گفتن؟ نه، چیز خاصی نه. چه شکلی بودن؟ والا یکیشون لاغره، فکر کنم کارمندی چیزی باشه. خب بقیه جورای دیگه هن. یکیشون خیلی هیکلدار و پره، فکر میکنم الان همین دور و برا باشن. جدی میگی؟ یعنی الان بیرونن؟ ببخشید، اتفاقی افتاده؟ نه نه نه، چیزی شده؟ چیز مهمی نیست.
منم همون کمال. تحماس. سلام آقا تحماس. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. شبتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید. عمه خونه است؟ بله آقا. بفرمایید. آینه؟ نه خیر آقا. بالا تشریف دارم. خیلی خوب. بیدارش نکن. فردا میبینمش. چشم. اتاق پایین درش بازه؟ بله آقا. فرمایشی ندارین آقا؟ نه موکم. تو برو بخواب. شبتون بخیر آقا. شب بخیر. نه پدر، طهماسب همیشه بازنده نیست. طهماسب، بس پسر، چقدر میخوابی؟ سلام عمه جون، الان میام خدمتتون. پس چی شد عمو کمال؟ این بابایی که میخواست برای تعمیر استخ بیاد چی شد؟ الان دیگه پیداش کنم. بفرمایید قربان. ببخشید با آقای اسحاق کار داشتم. بفرمایید. البته ایشون یکی دو سال بازنشسته شدن توی خونه استراحت میکنن. شما؟ من با خودشون کار داشتم. ببخشید میپرسم آ کار شخصی باشون دارین یا؟ نه یه مقدار جنسه. آخه بدونین ما قبلا با ایشون خیلی معامله کردیم. شما؟ البته من که نه. پدرم ارباب سولتی. اون الان خارجه و تمام کاراشو سپرده به من. ارباب سولتی؟ بله. شما ممکنه نشناسید ولی آقای اسحاق ایشونو خیلی خوب میشه. بله بله بفرمایید. گوشی لطفاً. نه تشریف نده. آقا جلال تلفن. یعقوب صندلی بذار واسه آقا. چشم. بفرمایید. متشکرم. بله. جون دلم آره خودشه. خیلی خوب فهمیدم. با امید دیدار. یه تماسی باش بیدم حضور عرض من جلالم. گوشی رو بده بابا. شنیدم باز مچه گفتم گوشی رو بده بابا. چرشم مثل خودش آنتیکه.
چیه؟ چی کار داری؟ پسرتون آقا جلاله. بفرمی. بله. سلام پدر. حالت خوبه؟ چیه؟ چی کار داری؟ یه مش جنسه. مال کیه؟ میگه ارباب سلطی. کی؟ میگه پسرشه. شفا پیدا کرد. لنگ درازه. چشم بگونو لنگ. آره خودشه. ولش نکن. اگه اون سر دنیاست باهاش برو. از چنگش در بیار. اون یک گنج داره. میفهمی؟ یک گنج. مطمئن باست. دستبندو زدم. خدا کنه از چنگش در بیار. آخ. آخ. روشنه مگه نمیبینی؟ چرا؟ توی ماشین رو میده. چرا تو رو میگی؟ بفهم. رسیدیم. اونجاست. نفس ما رو گرفتی. من که چشم آب نمیخوره تو این خرابه حتی یه پی طلبی هم پیدش. چند تا میخوای؟ تو هم ما رو گذاشتی سر کار؟ بینه بکنه حوصله داری؟ چراغ خاموش کن. چراغ خاموش کن. چرا قیب شدی؟ نکنه ما رو تو اچل بندازی؟ بسوشم یه عجب گیری افتادی ما. او یارو کیه؟ ازش بپرس جعفر آباد از کدوم طرفه؟ بذار بهش برسیم. سلام جبو، خسته نباشی؟ سلام. جعفر آباد از کدوم طرفه؟ باید از بیرون ده میرفت. حالا همینجوری برو، بعد بپیش دست راست از کنار رودخونه برو تا بیفتی تو جاده. قربون تو برم. شب بخیر. شب شما هم بخیر. خداحافظ. خدا. به به پسر اربابو، نکنه تو هم سوراخ خوش مامانه بکنی؟ آره ببین عقلمونو دست کی دادیم؟ نه آقا جلال، تو نمیفهمی، اینجوری بهتره. که من نمیفهمم. آخ چه گفتی قربون اون دهنت. اگه آدم فهم داشته باشه این نصف شبی تو این بره بیابون دنبال یه الف بچه را میفته. ای آقا جلال، مثل این که این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. خیر خب آقا جلال، رسیدی. آروم آروم. چه نگرشتم. ببین تو همین جا باش، بعد آره. که اون در باز شد آروم بیا تو. دی؟ آره. پدر عتیق جات اونجا. آره اونجاست. این که این خونه ارواحه. تاریک و قلمبه سلمبه. این بابای پیر و خرف ببین چطوری ما رو تو اچل انداخته. پاش لب گوره، بازم هرس میزنه. اکه بده قیمت. کیه پشت در؟ حالا
کار غریبه نیست. باز اوه شنار دیگه ای دارم. یعنی درست میبینم آقا طهماس؟ آره هیدر، درست میبینی. طهماسم، طهماس. حال شما خوب انشالله. خیلی ممنون، پاک مزاحمت شدم، نه؟ اختیار داری مراحمی. به خدای حد واحد همین که صدای نازنین رو شنیدم فهمیدم از ارباب بزرگ کجا نیامدن؟ نه، اون فعلا گرفتاری زیاد داره. اول اون در رو باز کن، ماشین رو بیاریم تو. بروی بیار. چشم، بفرمایی. دلشتم میخواهد. آره، یکی از دوستای قدیمی. قدم شروعی تو خوب کشید. بفرد. خلا، برو جده در واسه، برو. بیا تو آقا جلال، بیا تو، بیا بیا بیا، برو جلال، برو برو اونتر، برو 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 برو. خوش اومدی. خیلی محکم کاری میکنی هیدر. چه میشه کرد آقا، امانت داری خیلی سخت. اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته خیلی معصیت داره. آره، تو این مدت خونه رو عین تخم چشم مواظبت کردم آقا. آره میدونم، میدونم. مطمئن باش هیدر، زحمتت به وقتش جبران میشه. دیگه چیزی نمونده آقا. انشالله همین روزا همه چی درست میشه. چی شما رو میخوایم آقا؟ چی رو جبران میشه؟ سلام آقا. سلام. حال شما خوبه؟ قربانه. خوش آمدی، خوش آمدی. بفرمایید. بفرما آقا جلال، بفرمایید. بفرما آقا جلال، بفرمایید. بفرمایید آقا. بفرمایید. 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 راحت باش، بشین. خیلی ممنون. بشین. مگه برق نداری؟ نه آقا. ولی همه خونه ها برق دارن. درست آقا، چند ماه روستا نوربارونه، ولی موتور برق ما زنگ زده، از کار افتاده. چطور برق نکشیدی؟ با کدوم پول آقا، من توی مدت حتی خرجم نداشتم. باید به همه خبر بدم شما تشریف آوردین. باید همه بدونن شما تشریف آوردین. باید به جیران خبر بدم، باید همه بفهمن شما تشریف آوردید. نه هیدر، فعلا صلاح نیست. چرا آقا؟ اونایی که میگن دیگه شما نمیان باید شما رو ببینن. نه هیدر، فعلا نمیخوام کسی بفهمه. آخه چرا آقا؟ واسه چی؟ چرا؟ همین که گفتم، فعلا صلاح نیست، بفرما بشی. هر طور که شما بخواید. اما جیران چی؟ جیران؟ جیران دیگه کیه؟ عیالمونه، از ما رنجیده، حرف منو قبول نمیکنه. حالا که شما تشریف آوردی یه سری به دادستانی برین، خونه و اساسیه رو تحویل بگیریم، ما به زندگیمون برسیم. چیزی که نبردن. چیز؟ نه آقا، حتی یه سر سوزن، فقط همه جا رو مرموم کردن به جز این اتاق و اتاق من. شما که مسئله ای نداری، برین دادستانی تحویل بگیریم. چه مسئله ای هیدر؟ چه میدونم آقا، حرف زیاده، پشت سر همه میزنن. قصه نخور هیدر جان، همه چیز روبرا میشه و همه مثل سابق زندگی خوبی خواهیم کرد. بله آقا هیدر، این وضع موقتیه، میدونی که تو فقط این چند روزه که ما اینجا هستیم وسائل پذیرایی ما رو فراهم کن و نذار کسی بفهمه که ما اومدیم اینجا. من هر جا که لازم باشه میرم و سر میزنم. فکر کنم هنوزم حرف طهماس خریدار داره. بروی چشم آقا. راستی شام خوردیم؟ و
بله هیدر، شام خوردیم، رخت خواب ما را آماده کن، میخواییم استراحت کنیم. بچش. ولی یادت باشه هیدر، کسی از اومدن ما خبردار نشه. یارتون راحت باشه. خب خب، حالا نظرت چیه آقا جلال؟ والا، بازم میگم این همه راه رو بی خودی اومدیم. اینقدر ناوید نباش، استاد عتیق شناس. من اینجا یک گنج دارم، بفهمی؟ یک گنج. آره، با این تفاوت که محافظشم یه مار زنگی نیست، یه نوکر رام و خون زاده. پولای تو اینجاست و من خبر ندارم، گنج منم اینجاست و تو خبر نداری. و من تا اینا رو جا به جا نکنم آروم نمیشینم، میفهمی؟ پولی وجود نداره آق تتا، اگه موفق شدی تهرون، جای تحویل پول تهرون. مطمئن نیستم پولشو داشته باشی، لااقل برای همش نداری. زیاد به خودت وعده نده، هنوز هیچی معلوم نیست. حالا فهمیدم چرا اصرار داشتی شبونه وارد روستا بشی. عواقب این کار به عهده خودت. درسته درسته. برای تو چه فرقی میکنه؟ زیادم بی تفاوت نی؟ سلام ننه، حالت خوبه؟ صحبت بخیر هیدر جان. جیران کجاست؟ تو اتاق پشت داری. سلام جیران. سلام. یه وقت صبح کار میکنی؟ میخوام نون خودم رو بخورم. دیگه تموم شد. چی تموم شد؟ هاشو بریم، تو را بهت میگم. نه نمیام، چیزی داری همینجا بریم. آخه اینجا که نمیشه، این یه رازه، راز. راز؟ کدوم راز؟ آقا تماس بومده، پسر ارباب. تو که این هم وقت انتظارشو میکشدی، حالا چرا داری پنهون میکنی؟ آخه سفارش کرده، هیچکی از اومدنش خبردار نشه. میترسی؟ میترسه مامورین برن سراغش. اومده زندگیشو تحویل بگیره، چرا برن سراغش؟ صد تا بیشتر شکایت داره. از ارباب بزرگ شکایت داره. چه فرقی میکنه؟ اونم دست کمی از پدرش نداره. اصلا به ما چه ربطی داره؟ خونه رو تحویلش میدم و حقمو میگیرم. به این آسونیام نیست. چرا نیست؟ خود ارباب قول داده. اگه دندون این وعده وعیده رو کشیدی، اون وقت میتونی خودت راحت کنی. اصلا این حرفا رو بذار برای بعد. پاشو را بیا، پاشو با من بیا. من چرا باید بیام؟ به من چه مربوطه؟ باید کمک کنی. پس نهارشام چی میشه؟ من که دستان ها نمیتونم. پاشو دیگه، پاشو، زود باش. خیلی حالا شد. میدونی باز کردن محرمم خلاف ارباب؟ نگران نباش استاد. ما رو ببین خام کی شدیم. فکر کنم خواب نما شدی مرد حسابی. تو این بیغوله اگه گنجی هم بود زرنگتر از من تو پیدا میشد که ترتیبشو بده آقا. Thank you.
هرچی هست همینجاست. بله اینجاست. بیا آقا جلال، بیا اینجاست. آقای عتیق شناس گنج اینجاست. مطمئنم همش تو همین سوراخیه. تا در این انبار لعنتی باز نشه من آروم نمیگیرم. همینطوری که نمیشه همه این محرم و ما رو باز کنی. اینجا خونه منه و اجازه همه چیزش هم دست خودمه. آرام 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 سعی کن خون سرد باشی، سیاست داشته باش. تو که به قول خودت یه وقت آدم حسابی بودی. آدم حسابی بودی اما نه حالا. یه وقتی پسر ما اینجا حکومت میکردیم، اون وقتا هر کی جیک میزد زیر مهمیز من و پدرم کباب میشد. کوتا 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 به همه کارا رو کردین که الان همه تون در بدرین و باید شبونه مثل یه دوز وارد خونتون بشین، درسته نه؟ تو دیگه نمیخواد ما رو موعظه کنی آقای با شرافت، جنست تحویل بگیر و برو. به هر حال شکستن محرمم جرمه سنگین و من حاضر نیستم شریک جرمه باشم. با من تا غروب آفتاب هم بیشتر اینجا نمیمونم. بفرما، نگهبان وفادارتم وارد شد. کی؟ حیدر؟ یه زنم همراشه. اگه میخوای در انبارک باز بشه و تو به پولت برسی، فقط باید با این بابا کنار بیای. اون تو دستای من مثل موم نرمه، هر کاری بهش بگم میکنه. ولی فکر میکنم بذاره به در انبارک نزدیک بشی. اینطور نیست. میتونی امتحان کنی؟ حیدر اومدی؟ حیدر سلام آقا. سلام. چقدر دیر کردی؟ نگران شدم. رفته بودم دنبال آذوقه آقا، به مش عباس گفتم یه گوسفند سر ببره، خیلی تعجب کرد. به کسی که چیزی نگفتی آقا؟ بیا حیدر این پول پیشت باشه. ای آقا کی پول خواسته؟ بیا ورش دار حیدر، تو خیلی سختی کشیدی، این تازه اولشه. خیلی ممنونم. ببینم حیدر اون خواهرته؟ نه آقا، احیالمونه جیران. این دو سال خیلی تنگی کشیده آقا، مردم ده بهش بی‌اعتنایی میکنن. چرا؟ خاطر من آقا، به خاطر علاقه من به شما. خیلی خوب، این حرفا باشه برای بعد، همه چی درست میشه. حیدر بیا کارت دارم. در اون زیر زمین رو چجوری میشه وا کرد حیدر؟ زیر زمین؟ با اونجا آره. کاری نداشته باشین آقا، اونجا مربوط به دولت و کسی هم بدون اجازه دادستانی نمیتونه به مهر عمومیش دست بزنه. مثل این که فراموش کرده اینجا خونه کیه. زبونم لال آقا، من قصد جسارت نداشتم، ولی اختیار اونجا دست من نیست. مگه تو نمیخوای به حق و حقوقت برسی؟ چرا آقا؟ یعنی تو نمیدونی تو اون انبارک چیه؟ نه آقا من ندیدم، اونام زیاد کنجکاوی نکردن، فقط گفتن هرچی هست مال مردمه. به منم گفتن خوب مواظبت کن، اینا میراث مردمه، یه چیزایی هم میگفتن. ولی من گفتم ارباب چه، ولی من میدونم اون تو چیه حیدر. اسناد و مدارکی که باید همراه داشته باشم تا بتونم برم دادستانی. آقا شما برین، خودشون ترتیب همه کارا رو میدن، مهر و مومو واز میکنن، اسناد و مدارک رو میبینن. به خدا توکل کنین آقا، نترسین. از چی بترسم حیدر؟ تو چرا متوجه نیستی؟ من برای اثبات حرفام احتیاج به کمک دارم. با دست خالی که نمیتونم. تا اونا بیان و اسناد رو پیدا کنن نیست و نابود میشم حیدر. آدماس من حاضرم جونم رو فداتون کنم، من بچگی نون نمک شما رو خوردم، سر سفره شما بزرگ شدم، اما نمیتونم مهرمومو دست بزنم. از من نخواین دینم رو به باد بدم. من اجازه ندارم حتی یه سر سوزم بزنم از این خونه خارج بشه. این حرف آخرته؟
شرمندم آقا. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ نوکر خونه زادت که بی خیال داره باخشه رو بیل میزنه و تو اینجا دست از پا دراستر نشستی و سیگار دود میکنی. تکلیف من چی میشه؟ ببین چجوری گرفتار شدی؟ چرا ساکتی؟ نمیخوای چیزی بگی؟ من دیگه بیشتر از این نمیتونم خودمو به خطر بندازم. به محض رسیدن شب من یکی از اینجا میرم. خودت میمونی و اون جنسا و نوکر مهربونت. البته اگه پیدات نکنن. چطور سر به نیستش کنیم؟ یعنی؟ من و شما؟ اون قلچماغی که من میبینم ده نفر مثل من و تو رو حریفه. تازه من که نیومدم اینجا آدم بکشم، اومدم پول بدم عتیقه بخرم. اینجا نشو جای دیگه. تو فکر میکنی من یه احمقم؟ یا فکر میکنی عتیقه همینطور ریخته اینجا نشو جای دیگه؟ یه چیزی به نظرم رسید. یه دقیقه صبر کن. اون بابای لعنتی مفت و مسلم بالاخره مرا آلوده کرد. حیدر. بله آقا. حیدر. بله بله. یه دقیقه بیا اینجا. بیا. بله. چل. نکنه کاری دستمون بدی. نه آقا جون، با کمی فکر کارا درست میشه. صبر کن. سلام آقا. سلام. سلام. سلام آقا حیدر. بشین. خدا عمرتون بده آقا. ببین حیدر، من و دوستم به این نتیجه رسیدیم که فعلا نمیشه اسناد و مدارک لازم رو از تو اون انبارک ورداریم. بله درستش هم همینه. اما برای اینکه تو به حق و حقوقت برسی و بری سر خونه و زندگیت، ما راه دیگه ای پیدا کردیم. آقا تماز. بله. میگم شما که تو اینجا اومدین اقلا یه کاری برای این بنده خدا بکنید. آره آره راست میگی. میدونی من فکر کردم یه شاهد که خانواده ما رو خوب بشناسه و بتونه شهادت بده همراه من به دادستانی یا هر جای دیگه که لازم باشه بیاد و موضوع رو اون طوری که هست بازگو بکنه، تکلیف ما روشن میشه. خدا عمر و عزتتون بده آقا. البته باید کسی باشه که سرشناس باشه. به نظر تو این ده یا دهات اطراف کسی میتونه به ما کمک کنه؟ چه عرض کنم آقا، شما ماشاءالله خودتون من فکر میکنم اگه یه لطفی بکنی و یه سر به عاشق احمد بزنی. میشناسیش که؟ روستای محمد علی خان. بله آقا، چطور میشه نشناسمش؟ ولی ببخشید آقا، ارباب بزرگ زیاد با عاشق خوب تا نمیکرد. فکر میکنی همچی کاری بکنه؟ حالا ایدر. بله آقا. تو فکر میکنی ایشون گناه پدرمو به پای من بنویسه؟ البته نه آقا، باشه خامد بسیار مرد درست و با انصافیه. خب میشه همین الان را بیفتی؟ وسیله چیزی هست؟ چه نمیشه؟ همه چی پیدا میشه، خاطر جمع باش تو. خب میشه؟ چه نمیشه آقا؟ کار نشد ندارد. فکر میکنی رفت و برگشت چقدر طول بکشه؟ یه 4-5 ساعتی طول میکشه آقا. خوبه، چیزی نیست. خب
پس بجون هیدر جان، اگه برام خبر خوش بیاری محبت تو رو فراموش نمی کنم. چشما، همین الان راهی میشم میرم. هیدر. بله بله. ببینم چی کار میکنی. ما همینجا منتظر مژده تو میمونیم. انشالله درست میشه آقا. مگه در بسته است؟ الان میرم وا میکنم. سلام جیران. سلام هیدر. خیر باشه، کجا؟ میرم یه توک باده ممدلی خان. فرمون آقا تماس به. خونه رو تنها گذاشتی؟ اومدم همین رو بگم. اگه تونستی یه سری به اونجا بزن. آخه اونا که نمیتونن خودشونو آفتابی کنن. حالا میره ده ممدلی خان که چی؟ بعدت میگم، باید زودتر به مینیبوس برسم. خداحافظ. کی بود ننه؟ هیدر بود. چی کار داشت؟ گفت میره ده ممدلی خان خدمت عاشق احمد. خدمت عاشق احمد؟ آره. چی کار داشت؟ چیزی نگفت. فکر کنم رو حساب اونو برای دور فرستاده. چه حسابی؟ گفت آقا طهماسب فرمون دادی. اون که نمیخواست کسی از اومدنش بو ببره. نه، یه سری میرم خونه ارباب و برمیگردم. که برید یاره میبرنه. سب کن سب کن، مطمئن باش که بد جوری میبرنه. به جان
خوشگت نزنه به جون. هرچی میتونی سریع و با احتیاط. فقط تلا جاتو بذار تو ساک. فرصتو حد دست نده، زود باش. چه نشستی؟ مرد ساده دل کندم محرومومو دارن خونه رو خالی میکنن. به جمع جلوشون رو بگیر که شیطان رو دارن به وقتمون میکنن. تو اتاق درم قفل کن. ای دوستای خدا نشناس، بالاخره مهر و موم رو وات کردین؟ باید بیاین کمیته، باید به دزدیتون اعتراف کنم. دیگه داری کفرمو بالا میاری احمق بیشور. هیچ میدونی با کی طرفی؟ با اربابت، با صاحب این خونه، صاحب این انبار، صاحب هر چی که اینجاست. من هر کاری که دلم بخواد تو خونه خودم میکنم، به هیچ کسم ربطی نداره. تو نوکر پر رو بی سر پا، از خونم برو بیرون همین الان. بی خودی نیست که دو سال توی این خونه موندی، میخواستی اموال منو بالا بکشی. کور خوندی؟ فکر کردی من خام رفتار ابلهانه تو میشم احمد؟ حالا که در مورد من اینطور قضاوت میکنی، پس چرا نمیچکانی؟ بچکان و خلاصم کن. مگر روی نعش من رد بشی تا بتونی چیزی از اینجا خارج کنی؟ حتی یه سوزن نمیذارم از اینجا بیرون بره. میفهمی حضرت آقا؟ بیشور، کشتن تو برای من مثل آب خوردن میمونه. میفهمی؟ تا این سگ دست و پا نزدی از سر رای من برو کنار. برو کنار، برو گم شو از اینجا، برو بیرون، برو گم شو از اینجا. بکش ماشه رو. میکشمت، میکشمت، میکشمت. گلولات هم مثل خودت بوسیده. بس کنید دیگه، اینقدر بچه بازی در نیارین. بیا بریم بیرون. هیدر، اینطوری که نمیشه.
آره برو کم شو از اینجا. یادم حرفای اونو جدی نگیر. عصبانیه میدونی که. بذار آروم بگیره. من خودم کارا رو درست میکنم. انقدر به چپ چپ نگاه نکن. چشما چپ میشه. بیا بریم بیرون. برو بیرون. برو کارت دارم. برو بالا. این دست موزمه؟ آره برو گم شو برو بیرون از خونه من برو بیرون گم شو سخت نگیر حیدر خان سخت نگیر من همه چی رو درست میکنم تو بذارش به عهده من یکی باید بیاد دادترهای محل تو هم اینقدر سخت نگیر حیدر کاریه که شده ببین تو صندوق عقب ماشین من یه چمدون پوله همش مال تو باش خیلی کارا میتونی بکنی یه جوری قضیه رو تمومش کن حرفا چیه؟ راجع به من چی فکر کردی؟ درست آدم بی چیزیم ولی پول حروم خور نیستم اگه سرم بره نمیذارم چیزی از اینجا خارج بشه اون محرومم درست میشه مطمئن باش مطمئن باش من باش حرف میزنم اون میخواد تو به حقت برسی حالا تو نمیخواد حرفی نداره خب نخواد جیران تو دیگه صلاح نیست اینجا بمونی برو سراتم هر کس رو دیدی بگو کرد خدا رو خبر کنم جیران برو به ننت بگو ما دیگه با هم زندگی میکنیم شما راست میگفتین من اشتباه میکردم برو کمکش کن برو خیلی خوب چی کار میخوای بکنی؟ اون میره و با یه عده دیگه برمیگرده نه چونه هیچ کس از این خونه بیرون نمیره آهای بایستی بچه نشون مرد ببین منو تو چه مخمسه ای انداختی اگه این صداش در بیاد کار ما تمومه کجا داری میری حیدر میبینی که برو جیران برو نه تو جایی نمیری نه تو و نه اون زن خیال کرد برو جیران برو محلش نذار کی میخواد جلومونه بگیره تو با اون تفنگ پوسیدت آره من گوش کن تهماس اگه این صداش در بیاد همه چی تمومه تو دیگه خفه شو اگه یه قدم برداره ماشه رو میکشم جیران برو برو محلش نذار برو 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 دیگه میکنه حیدر برو برو جیران برو 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 جه برو 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 ساکی برو برو دیگه برو ترار کن جیران ترار کن زود باش بسا برو Oh!
بله قربان، صدای تیره. خود رو آماده کن با افراد. اطاعت. عجله کن. ناخلف از دیوار پشتی فرار کرد. جلوشو بگیری، جلوشو بگیری. الان خوبه، میبینی بالاخره حقه و گرفتم، حقه و گرفتم.